درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم رسانه پارس اسرائیل. پریسا هستم، بار دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم بود تا مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو با هم مرور کنیم. امروز دوشنبه 13 فروردین ماه 1400 خورشیدی تازی، مصادف با 2580 شاهنشاهی و 19 آپریل 2021 میلادی و زین به ایار به تاریخ ابریست. دوستان لازمه یادآوری کنم همچنان برنامه های ما رو میتونید از طریق ماهواره های GLVs و TV باکس مشاهده کنید. برنامه های ما از طریق دو اپلیکیشن پارسا تیوی و سرچش به تیوی هم در گوگل به راحتی قابل دسترسی است و یا میتونید تلویزیون ما رو از طریق وبسایت ما ببینید، www.pars.israel.com. در خدمت شما عزیزان، از اونجا هم میتونید برنامه ها رو هم ببینید و هم برای دوستانتون ارسال کنید. دوستان خوبی که هم اکنون در فیسبوک اسرائیل پارس تیوی با ما هستید، تمنا دارم بچه ها برنامه رو اشتراک گذاری کنید با تمام قدرت، که میدونید رسانه های گلوبالیست ها جلوی صدای میهن پرستان رو میگیرن و اجازه نمیدن که برنامه ما در سطوح گستردهی پخش بشه. بنابراین اشتراک گذاری شما میتونه بسیار بسیار مثمر ثمر باشه برای آگاهی رسانی، که این برنامه به دست تعداد انبوهی از شهروندان ایران زمین برسه و هموطنان ما بتونن از همه خبرهای دنیا مطلع بشن. و اما میپردازیم به دمای هوا در اسرائیل، که امروز دوستان از گرما بنده خودم یکی دیگه خفه شدم. یعنی هوا بسیار گرمه، در اورشلیم 35 درجه، در تل آویو 34 درجه و در بندر حیفا 31 درجه هوا پیش بینی شده. بسیار گرم، بسیار تابستانه، ولی خب هواشناسی اسرائیل اعلام کرده نگران نباشین، تب نکنید، یکی دو روز آینده هوا برمیگرده به حالت فصل بهاری که باید باشه و منم امیدوارم، یعنی از الان به استقبال تابستان رفتن یه خورده فکر میکنم زوده، ولی به علت گرمای شدید هوای اسرائیل مارها و جانوران هم به دل طبیعت اومدن و دوستانی که عاشق طبیعت هستند، هموطنان ما در اسرائیل، بسیار مراقب باشید. اگر میرین بیرون از خونه و به دل طبیعت میرید لذت ببرید از هوای تابستانه، باید شدیداً مراقب مارها باشید. امروز یک مرد 63 ساله اسرائیلی به سرنوشت مارگزیدگی گرفتار شده. بنابراین روزهای گرم در اسرائیل توأم با چنین مشکلات طبیعی که باید خیلی 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 مراقبش باشید. اما آمار مبتلایان به کووید 19 در اسرائیل 2270 نفر اعلام شده، که 323 نفر اونها در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری هستند و 193 نفر در شرایط بحرانی به سر میبرن و 114 نفر با کمک دستگاه های تنفسی قادر به ادامه حیات هستند و تا این لحظه 6338 نفر جانشون رو بر اثر ابتلا به کووید 19 در اسرائیل از دست دادند و 5 میلیون و 350 نفر هم تا این لحظه در اسرائیل واکسینه شدند. دوستان، و برگزاری نشست ویژه کابینه امنیتی اسرائیل که بسیار خبرساز شده، خیلی ها دوست دارن بدونن در این شرایط اسرائیل تصمیم داره چیکار بکنه و بررسی احتمال رویارویی با رژیم ایران و ابراز نگرانی از بازگشت آمریکا به برجام یکی از مهمترین دلایل برگزاری این نشست امنیتی بوده. رسانه‌های اسرائیل از این نشست ویژه
در ارتباط با ایران خبر دادن که شامگاه یک شنبه 29 فروردین انجام شده، یعنی دیروز بعد از ظهر. گزارش های رسانه های اسرائیلی چنین میگه که مقامات اسرائیل با بررسی احتمال رویارویی با رژیم ایران نسبت به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ابراز نگرانی کردند. بله راست راستی آقا جیک تو پیکن، بایدن شدیداً راغبه که هرچه زودتر برجام رو با جمهوری اسلامی امضا کنه، برگرده به اون برجامی که اوباما سال 2015 با جمهوری اسلامی نوشته بود و مشخصه که جمهوری اسلامی هم از این قضیه خیلی خوشش اومده. حالا در ادامه من توضیح میدم در درون ایران چه خبر، خامنه ای چه نامه‌ای نوشته. بنابراین آنچه که مسلمه، بایدن و کشورهای اروپایی 5+1 اینا دارن میرن که برجام 2015 رو مجدداً زنده کنن و امضا کنن و این اصلا نه به نفع اسرائیل و نه به نفع مردم ایران. اینجاست که ما میتونیم بگیم اسرائیل و مردم ایران اینجا یک منافع مشترک دارن و اون اینه که جمهوری اسلامی اگر استمرار پیدا بکنه نه به نفع اسرائیل و نه به نفع مردم. و حالا میگم استمرار جمهوری اسلامی به چه شکل، یعنی روس‌ها هم الان اومدن پشت سر رژیم منفور جمهوری اسلامی ایستادن. به گزارش اکسیوس دو مقام اطلاعاتی حاضر در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل گفتن که مقام‌های ارشد اطلاعات نظامی و همچنین موساد در نشست روز یکشنبه کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کردند که ارزیابی‌هاشون نشون میده که مذاکرات وین منجر به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای 2015 برجام خواهد شد. پیشتر کانال 13 اسرائیل روز آدینه گزارش داده بود که آویف کوخوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و یوسی کوهن رئیس موساد روز یکشنبه در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل حضور خواهند داشت تا توضیح دهند که آیا باید حمله های بیشتری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شود یا به دنبال آرامش باشند. پس از برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل در روز یک شنبه، گزارش‌ها حاکی از اینه که مقام‌های موساد در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل عمدتاً درباره وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران گزارشی ارائه کردند و مقام‌های اطلاعاتی نظامی اسرائیل هم درباره اقدامات ایران در منطقه توضیحاتی دادند. در این جلسه همچنین دو آژانس اطلاعاتی اسرائیل، موساد و اطلاعات نظامی ارزیابی‌های مشابهی درباره مذاکرات وین و نتایج احتمالی اون ارائه دادند که اسرائیلی‌ها معتقدند که به زودی آمریکا و بایدن میره که در آغوش بگیره جمهوری اسلامی رو. همچنین میدونین که گرایش بایدن به طرف اسلام، اسلامیسم یا بهتر بگم فلسطینی ها بسیار بسیار زیاده. همونطور که چند وقت پیش هم یک پیامی در توییتر داده بود که سال آینده ماه رمضان رو در کاخ سفید افطاری خواهد داد و این واقعا نگران کننده است دوستان، یعنی واقعا کاخ سفید داره میره بش حسینیه. و یک مقام اطلاعاتی اسرائیل که در جلسه کابینه امنیتی شرکت داشته به ما گفته که از توافق ایران و آمریکا در چند هفته آینده تعجب نکنید. مقام‌های اسرائیلی گفتند که در جلسه دیروز کابینه امنیتی هیچ تصمیم سیاسی جدیدی گرفته نشده و اسرائیل به گفتگوهای خودش با دولت جو بایدن در خصوص مذاکرات آمریکا با ایران ادامه خواهد داد. خب حالا اگر دیروزم تصمیم بگیرن که به من و شما نمیگن که جان من. و یک مقام آگاه همچنین از قول مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که در دو هفته آینده مشاور امنیت ملی، رئیس ستاد ارتش و رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل و همچنین رئیس موساد
به واشنگتن سفر خواهند کرد تا با همتایان آمریکایی خودشون درباره ایران گفتگو کنند. یعنی اسرائیل هم نمیشینه دست رو دست بذاره. همزمان یک مقام اسرائیلی به شبکه 12 این کشور گفته ایران حس کرده که آمریکا به هر قیمتی خواهان یک توافق و این نتیجه از ابتدا مشخص بود که هر دو کشور با اعمال اصلاحاتی به توافق باز می‌گردند. این مقام اسرائیلی همچنین گفت که توافق آمریکا و ایران در بلند مدت آزادی عمل اسرائیل را محدود خواهد کرد و بسیار نگران کننده است. بله، اینجوری نیست که دوباره اسرائیل بتونه بیاد نطنز رو بزنه. حالا در امتداد برنامه عرض می کنم چرا. همزمان جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک گفتگوی در شبکه فاکس نیوز گفته که آمریکا تحریم‌های رژیم ایران رو لغو نخواهد کرد مگر آنکه به وضوع اطمینان داشته باشه که ایران به طور کامل به همه تعهدات خودش در توافق هسته‌ای 2015 عمل خواهد کرد. آقا همون سال 2015 هم اینا به توافقشون عمل نکردن، ایران همه رو فریب داده بود، چند دفعه موشک هوا فرستاد همون در زمان اوباما و روی موشک هم نوشته بود که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. یعنی در زمان اوباما و این توافق برجام نافرجام، اون زمان هم ایران بر سر تعهداتش نمانده بود. حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. اما روسیه هم پدرخوانده آخوندها امروز از پشتیبانی کشتی‌های جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کرده که از این به بعد کشتی‌های حاوی نفت و مواد غذایی جمهوری اسلامی که از کانال سوئز به طرف سوریه و یا هر کشور دیگری شناوره حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و با کشتی‌های روسی اونا رو اسکورت می‌کنه. یعنی ببینید این همراهی روسیه بی دلیل نیست. دوستان حتما میدونید که بارها کشور اسرائیل، ارتش اسرائیل کشتی‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، کشتی‌هایی که حامل نفت بودن، حامل مواد منفجره بودن، به طرف سوریه می‌رفتن، به طرف لبنان می‌رفتن، برای حزب الله بوده، اینا رو زده و اجازه نداده که این کشتی‌ها به مقصد برسن. ولی الان روسیه اومده وسط و گفته که آقا من پدرخونده جمهوری اسلامی ام، از این به بعد دست اسرائیل رو کوتاه می‌کنم و اجازه نمیدم که هیچ حمله‌ای به این کشتی‌ها بشه. یعنی به راحتی ایران رو غارت می‌کنن. نفت ما، غذای ما، گندم ما بره به سوریه با حمایت روسیه و هیچ کس هم هیچ کاری از دستش ساخته نیست که انجام بده. یعنی غارت ایران به عبارتی، به کلامی راحت تر. هفته گذشته یادتونه که مقامات روسیه در ایران قراردادی رو برای فروش دریای خزر امضا کردن، خیلی هم عجله داشتن. حتما تو اون قراردادم توافق جمهوری اسلامی با روسیه این بوده که روسیه از اینها حمایت کنه برای تاراج بهتر ایران. و خبر بعدی خیلی جالبه. 10 نفر از نجات یافتگان واقعی تلخ هولوکاست، جشن تکلیف یا بر میتسوا رو در مذهب یهود برگزار کردن. یکم شاید فکر کنید که خیلی دیره، مراسم بر میتسوا یا جشن تکلیف در سن 13 سالگی در یهودیان انجام میشه که این 10 نفر بازماندگان واقعی تلخ هولوکاست در سن 13 سالگی امکانات اجرای چنین مراسم های مذهبی رو نداشتن و حالا تلافی کردن. یکی از این نجات یافتگان به نام ابراهام الستر، 83 ساله، ساکن خیفا، در این مراسم شرکت داشته و گفته که امروز براش روز زیبایی بوده چون در سن 13 سالگی فقط به فرار و گریز از چنگال نازی‌ها فکر می‌کرده و تجربه جشن تکلیف رو نداشته. مراسم در مکان کتل همراوی پای دیوار ندبه اجرا شد.
و حمله راکتی به پایگاه البلد که تایید شده که دست کم 3 راکت در پایگاه هوایی بلد 40 کیلومتری شمال بغداد توسط سپاه پاسداران شلیک شده. یعنی ببینید جمهوری اسلامی الان شده قلدر محل، هر کاری میخواد میکنه، تازه بایدن هم با آغوش باز پذیراشه و دوستان این اصلا خبر خوبی نیست. من متاسفم واقعا، ولی خیلی سعی کردم با خودم کلنجار رفتم که بیام خوشبین باشم نسبت به این وقایعی که در حال وقوع در دنیا، اما دنیا داره به سمت بسیار بسیار بدی میره و ما باید تلاش کنیم که نیروهای خوب پیروز بشن. ما باید تلاش کنیم که این آخوندیسم از ایران بیرون بره و این آخوندها برای استمرار حکومتشون، برای بقای خودشون دارن هر کاری رو میکنن. دریای خزر رو به روسیه فروختن که روسیه بیاد ازشون حمایت کنه، بهتر بتونن نفت ما رو بدزدن ببرن بدن به اسد. بله دیگه، این واقعیت به عبارتی. و بسیار نگران کننده است این که دارن هر کاری میکنن، هر باجی میدن به اروپا و آمریکا، حتی حاضرن اسرائیل هم اون عقب مقبا راضی کنن که بمانن در ایران. و این تعیین سرنوشت فقط به دست مردم ایران اتفاق خواهد افتاد، کف خیابونا شک نکنید. و دستور محرمانه علی خامنه‌ای که لو رفته که به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر جلوگیری از هر گونه اقدام تحریک آمیز در ارتباط با اسرائیل تأکید کرده. آقا دیروز یه نامه نوشته رهبر وقیه جمهوری اسلامی که در این نامه با اشاره به این مطلب که دشمن به دنبال بهانه برای اقدامات تخریبی بیشتر کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است، تأکید کرده که حتی مسئولان در مصاحبه هاشون بسیار محتاط باشن و به هیچ عنوان باعث تحریک اسرائیل نشن. یعنی آقای بلا نسبت آقای این خامنه ای ملعون ترسیده حسابی که آقا اسرائیل بیاد و اماکن بیشتری از ایران رو هدف قرار بده و گفته که بسیار مراقب باشید اسرائیلیا رو تحریک نکنید تا ما بتونیم در وین به نتیجه برسیم. و خب الان حمایت روسیه رو کسب کردن، حمایت آمریکا رو هم دارن کسب میکنن، اروپا هم که از اول پشت سر این آخوندا بود. و به گزارش منابع ما علی خامنه‌ای در نامه خودش به ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد شدید از عدم همکاری‌های امنیتی میان ارگان‌های مسئول، منظورش سپاه و ارتشه، ما میدونیم که سپاه و ارتش همیشه با هم کنتاکت داشتن، دو نیروی موازی هم هستند که با همدیگه هیچ وقت نتونستن کنار بیان و اینجا خامنه ای ازشون خواسته که بیان و با همدیگه یکی باشن، اختلافات رو کم کنن. و خیلی هم رهبر منفور جمهوری اسلامی در این نامه با اشاره به فضای سایبری و اهمیت کنترل این فضا بر تثبیت شرایط روانی نیروهای انقلابی، ممانعت از سوء استفاده زنده انقلاب و از فضای مجازی و جلوگیری از اظهار نظرهای جنجالی مسئولین تقاضا کرده دیگه. یعنی الان میبینین فیسبوک ما رو بلاک میکنه، محدود میکنه، خب معلومه دیگه سایبرهای جمهوری اسلامی که بیکار نمیشینن که ما بیایم اینجا آگاهی رسانی کنیم بگیم خامنه ای رهبر وقیه جمهوری اسلامی، این ملعون، این علی گدا که امیدوارم هرچه زودتر شرش از سر ایران کم بشه، چه کرده و چه داره میکنه. بله علی گدا شدیدن این روزها خوشحاله که آمریکا و بایدن دارن باهاش به یک نتایجی میرسن، روزها هم که حسابی پشتشو گرفتن و گفته که باید خیلی مراقب رسانه های خارجی باشیم. و منابع ما همچنین گزارش دادن که علی خامنه‌ای در این نامه همچنین با اشاره به مذاکرات در حال انجام در وین عنوان کرده که اداره کشور نیاز به تعامل بین المللی داره. اگه جرأت داری اینو بیا جلو مردم بگو،
تو که تا دیروز خامنه ای میگفتی این واکسن ها رو نمیاریم به خاطر اینکه اعتماد به آمریکایی ها نداریم، اعتماد به انگلیسی ها نداریم، مردم رو وادار کردی از رو پرچم آمریکا رد بشن، مرگ بر آمریکا گفتی. حالا ما تعامل بین المللی نیاز داریم؟ بله دیگه، برای استمرار شما. و به هر حال این نامه محرمانه بوده که خامنه ای خطاب به مزدورانش نوشته. در این نامه مسئله انتخابات پیشرو رو مهمترین رویداد سال 1400 عنوان کرده و دستور داده شرایط داخلی و بین المللی باید به گونه‌ای فراهم بشه که افکار عمومی آماده برگزاری یک انتخابات پرشور گردد. و در این زمینه از نیروهای بسیج خواسته شده که فعالیت‌های خودشون رو در فضای مجازی بیش از پیش در مقابله با فضاسازی‌های دشمن انقلاب گسترش دهند. چند تا از این مزدوراشون که می‌بینین میان توی فیسبوک می‌نویسن و به قول معروف یه جورایی سعی می‌کنن دینشون رو به رهبر منفور وقیه جمهوری اسلامی ادا کنن. و همزمان با نامه خامنه ای اتفاق خوب افتاد، یعنی همین که خامنه ای این نامه رو نوشت، ستاد کل نیروهای مسلح جانشین فرمانده سپاه قدس رو اعلام کردن که کشته شده. حالا مرده، مرگوندنش، خودش مرد، کشتنش، موساد کشتتش، خود جمهوری اسلامی کشتتش، هنوز نمیدونیم چی به چیه. اما سپاه پاسداران روز یکشنبه 28 فروردین همزمان با نامه خامنه ای به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر جلوگیری از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز در ارتباط با اسرائیل اعلام کرد که محمد حجازی، یعنی اینو دیشب اعلام کردن، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بر اثر سکته قلبی فوت کرده. حالا از اونجایی که ما میدونیم جمهوری اسلامی یه روده راست نداره و هیچ وقت راستش رو نمیگه، مطمئن باشین که دروغه، سکته قلبی در کار نبوده. این خبر رو خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کردن. محمد حجازی در 28 دی ماه 98 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس پاسداران شد که در حمله نیروهای آمریکایی به هر حال بسیار شخصیت برجسته‌ای بوده. اسرائیل هم که دل خوشی ازش نداشته. حالا اگر بگن اسرائیل اینو کشته ممکنه ما باور میکنیم، اگر بگن کار خود خامنه‌ای بوده به خاطر اینکه این بسیجی‌های مخزفندقی ممکن بود اسرائیل رو تحریک کنن و شاید نمیتونستن اینو نگرش دارن ساکتش کنن، بنابراین زدن کشتنش، معلوم نیست. و حالا خیلی جالبه که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال اینه که حقایق رو بپوشونه. دیشب گفته بودن سکته قلبی کرده، امروز جانشین در مورد جانشین فرمانده سپاه این آقای حجازی صحبت کرده، در واقع سخنگوی سپاه پاسداران در تلویزیون صدا و سیمای ملی این حکومت حاضر شده و گفته که دلیل مرگش بر اثر عوارض شیمیایی بوده. یعنی حالا معلوم نیست سکته کرده، مرده، مرگوندنش شیمیایی شده، قبلا شیمیایی شده بوده، موساد کشتتش، خامنه ای کشتتش، آقا هیچ کس نمیدونه، شاید در آینده بفهمیم. عزیز و بزرگوار، خب در دوران دفاع مقدس شیمیایی بود، خب از این عارضه شیمیایی رنج می برد و همینطور در مقاطعی هم به بیمارستان مراجعه می کرد. خب حضور در واقع مداومش در جبهه مقاومت و کارهای متعددی که توی سازماندهی جبهه مقاومت انجام داد، زحمات طاقت فرسایی کشید و در چندین ماه قبل هم بیماری کرونا هم داشت که خوشبختانه بیماریشون در واقع خوب شد. و در جلسه ای که دوستان ما در بیمارستان بقیت الله دیشب داشتن و جنبندی که داشتن،
عوارض شیمیایی عمده ترین در واقع دلیل در واقع به لقاء الله پیوستن و پیوستن ایشون به یاران شهیدش اعلام شد، همونطوری که مصدر هستید. ببینین چند تا حرف میزنن، حالا تا فردا معلوم نیست، ممکنه فردا بگن کشتنش، فردا بگن از نمیدونم از یه جایی پرت شده پایین مرده. حالا ببینید سردبیر بغداد پست نوشته که مرگ محمد حجازی معاون فرمانده سپاه قدس به ادعای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی بر اثر حمله قلبی بوده، اما گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی آقا جان اشتباه میکنن، دروغ میگن، این حمله قلبی نبوده، حمله قلبی نبوده. و به گزارش این رسانه میگه که اینها زمان انفجار نطنز اونجا حضور داشتن، یعنی این آقا اون لحظه که اسرائیل حمله میکنه به نطنز اونجا حضور داشته و از همون روز هم آسیب میبینه، زخمی میشه، اتفاقی براش میفته و از همون روز بیمارستان بوده تا دیشب که میمیره، دیشب میگن سکته کرده. حالا این یکی از رسانه‌های عراقی اینجوری گفته، ولی فرزند ابراهیم همت، خب اینم یکی از همین زالوزاده هاست، اعلام کرده که فوت پاسدار حجازی ناشی از حمله قلبی نبوده و از وی به عنوان شهید نام برده در توییتر. خب این معلومه دیگه، هیچ وقت جمهوری اسلامی حقایق رو نگفته و اینم یک واقعه دیگری است که خب ما در آینده میفهمیم، اگرچه به درک واصل شدن یک سگ کثیف، ببخشید بلا نسبت سگ، یک جانور کثیف اصلا برای ما نه جالبه نه مهمه نه دنبالش میریم. و زوایای حمله اسرائیل به نطنز از دیدگاه جروزالم پست خیلی جالبه که دوباره امروز جروزالم پست میگه اسرائیل از حمله اخیر به نطنز دو هدف رو دنبال کرده، یکی عقب راندن ایران از گسترش سریع برنامه هسته‌ای و دیگری از بین بردن قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات با آمریکا و قدرت‌های جهانی، به شکلی که آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای فشار کمتری احساس کنه. و اما رسوایی پشت رسوایی، بدبختی پشت بدبختی برای لابی‌های جمهوری اسلامی در رسانه‌های بین‌المللی که اومدن بوق و کرنا کردن که آقا ما داریم مذاکره میکنیم با عربستان و جمهوری اسلامی داره با عربستان در بغداد در عراق مذاکره میکنه. من میدونم شبکه های ایران اینترنشنال و من و تو و اینا هم این گزارش رو دادند که مقام ارشد سعودی امروز به نقل از یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته مذاکره مستقیم این کشور با رژیم حاکم بر ایران در بغداد دروغه، اشتباه است. آقا ما اصلا با جمهوری اسلامی پای میز مذاکره ننشستیم. روز گذشته روزنامه فایننشنال گزارش داده که مقام های ارشد عربستان سعودی و رژیم جمهوری اسلامی بعد از 4 سال قطع رابطه حالا اومدن گفتگوهای دیپلماتیک شدن که خب عراق هم الکاظمی اومده واسطه شده و این نشست ها در بغداد انجام شده، در حالی که خود مقام های سعودی اینو رد کردن. و اما بریم تهران. تهران که دیروز شوربختانه وقت نبود و من نتوانستم تمام گزارش ها رو پخش کنم، در ایران در اکثر شهرها، شهرستانها، در پایتخت مردم ناراضی بیرون هستند، بازنشستگان همچنان دارن اعتراض میکنن در اغلب شهرها و شعارهای هوشمندانه دوستان در این گرد همایی‌ها بسیار مهمه. اعتراضاتتون رو حتما با شعارهای بسیار بسیار کلیدی توام کنید، نه اینکه برین اونجا وایسین و حرفای مفت بزنید. ببخشید، باید بازنشستگان، مال باختگان، کارگران، همه باید دست به دست هم بدین ایران رو آزاد کنید.
بله داریم میبینیم که اغلب شهرها، شهرستانها، استانها، همه جا مردم معترضن، همه جا صحبت از سفره‌های خالی و وضعیت سخت معیشتیه. آقا تو فکر نونین، تو فکر غذایین، شرفتون رو بردن، کشورتون رو غارت کردن، خاکتون رو بردن، دیگه چی از این بدتر؟ ناموستون رو بردن. و شعار هموطنی در بالای پل هوایی که به راحتی مردم ایران دیگه عبور کردن از این ترس، راحت میگن مرگ بر خامنه ای. با هم بشنویم مرگ بر خامنه ای سر دادن ملت معترض ایران. بله همه جا در کوی و برزن، پل هوایی، همه جا دوستان تلاش میکنن که صداشون رو به گوش همه برسونن. این ترس رو باید ازش عبور کنید. دیدین که این دوست عزیز پلاکارد چسبونده بود و نوشته بود مرگ بر خامنه ای. این صدای فریاد مردم ایرانه که به راستی خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند. و تجمع مالباختگان بورس مقابل مجلس که این تجمعات در مشهد و در چند تا کلان شهرهای دیگه هم انجام شده با فرمان خامنه‌ای و مهندسی صدا و سیما. مردم رفتن پولشون رو در بورس سرمایه گذاری کردن، حالا غارت شدن. شما باید برید آقا خامنه‌ای رو نفرین کنید، برید خامنه‌ای رو فرش بدید. بفرمایید. امروز آتش سوزی در پردیس. بله من متاسفم واقعا، جان 6 نفر از هموطنانمون رو گرفته این آتش سوزی در کارخانه تولید اسفنج در روستای گرشت پردیس. 6 تا کشته و 3 تا مجروح در پی داشته و رئیس اورژانس گفته که کارگاه از قسمت خروجی دچار آتش سوزی شده و متاسفانه کارگران راه خروج نداشتند. اینجا کارخونه اسفنجسازی در روستای گرشت پردیس متاسفانه ساعتی پیش دچار حریق شده. بر اساس اطلاعاتی که به ما دادن در این حادثه دست کم 6 تن کشته و 3 نفر مجروح شدن تا این لحظه. نیروهای انتظامی اورژانس هلال احمر و آتش نشانی پای کار هستن تا این حریق رو کاملا مهار کنن. رضا دانش نظامی شبکه خبر استان. و احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد شما خودتو داری خسته میکنی، نه مردم بهت اعتماد دارن نه این حکومت شما رو تایید صلاحیت میکنه. حالا خیلی جالبه، 8 سال بدترین اتفاقات در ایران ما در زمان این احمقی نژاد اتفاق افتاد، حالا یهویی سر از تخم در آورده مردمی شده. این احمدی نژاد هم راه افتاده دوباره این ور اون ور میره، حالا رفته هرمزگان و بریم ببینیم تو هرمزگان چه کرده دیگه. یه جوونی پا میشه یه انتقاد میکنه، میگیرن میبرن براش 9 ماه تو زندان، نمیذارن بیاد بیرون. مردم میخوان اجتماع کنن، مراسم بذارن، میخوان راجب انقلاب صحبت کنن، راجب دولت صحبت کنن، اصلا میخوان انتقاد کنن از حکومت. شما وظیفت اینه بیای امنیت رو برقرار کنی، کسی مزاحم اینا نشود، کسی به اینا آسیب نزنه تا اینا آزادانه کارشون رو بکنن. این قانون اساسی ماست. این از سراغ مردم عادی، چرا اینجا میخوای بری، چرا اونجا میخوای بری، چرا این حرف رو زدی، چرا با فلانی تماس گرفتی، چرا اونجا اینو گفتی. معلومه که کاملا معکوس شده، عوض شده. اما متاسفم واقعا
بعد محاکمه بشن این مدیران نهادهای امنیتی، چطور اومدن اسناد ما رو بردن، چطور دانشمند ما رو دارن ترور میکنن، چطور هسته ای ما رو منفجر کردن، و شما چی کاره هستید، برای چی حقوق میگیرید، چی کار دارید میکنید تو این کشور، جل دشمن رو بگیری، جل ملت رو میگیری، ملت شدن تهدید. و معلومه نفوذ شده شما، نفوذ مگه باید شاخ و دم داره؟ معلومه نفوذ شده در مقال بیگانه. بله این احمقی نژاد از همین تریبون من بهش اعلام میکنم این تلاش های شما مذبوحانه و بی خوده. مردم ایران تصمیمشون گرفتن، رای بی رای فریب این بازی هم نمیخورن. شما هم شدی حکایت اون سوپاپ اطمینان دیگه زودپز آخوندا. نخیر آقا این حرفا تو گوش ما نمیره. اون 8 سالی که رئیس جمهور بودی چه کردی؟ سرکوب کردی، بچه های ما رو کشتی. ننگ بر شماها که فکر میکنین مردم ایران یادشون میره، فراموش میکنن. ننگ بر شما. و برگ دیگری از خیانت مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور. من بارها اینجا گفتم، باز هم میگم، نگار مرتضوی که به نام خبرنگار حاضر میشه خصوصا در رسانه‌های آمریکایی، این شخص لابی جمهوری اسلامی است. این شخص یک مزدور درجه یکه. و یک ویدیو پیدا کردم از زمانی که در مورد هواپیمای مسافربری اوکراین که توسط سپاه پاسداران زده شد صحبت کرده و به راحتی میگه که این هواپیما به خاطر خطای انسانی زده شده. یعنی بلندگوی جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور، حالا بعد از این همه مدت مشخص شد و خود شمخانی گفت که این هواپیما رو ما رو برنامه ریزی زدیم، مخصوصا زدیم که تنش ها رو از آمریکا، از طرف آمریکا کم کنیم. پس ببینید که نگار مرتضوی دقیقا نقش سخنگوی جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور به عهده داره. It asks for an investigation. It's a very responsible statement. And then towards the end of the statement, first of all, it apologizes to the families for the human error. It asks for an investigation to find those responsible, to ensure, to prevent future errors. And then it asks IRGC officials, specifically says IRGC officials, to go on state TV, on national TV, and explain the details to the Iranian people. All of this was unprecedented. It was frankly unexpected, but I think it adds to this image of a more transparent and basically good governance after a week of this confusion and basically tragedy of a human error. بله، نگار مرتضوی رو از یاد نبرید، به خاطرتون بسپارید. بعد از آزادی ایران تکلیفش رو روشن خواهیم کرد. و صدای محسن نامجو، بله این روزها محسن نامجو هنرگند واقعا باعث ننگ ایرانی ها که روان پریشی هم داره، این رو متهم کردن به تجاوز جنسی و آزار و اذیت علیه زنان و خودش اومده عذرخواهی کرده، جرمش هم پذیرفته، گفته که آقا کردم. و ببینید چقدر وحشتناکه وقتی که در مورد رضا شاه کبیر یک آهنگی رو درست کرده بود، یک ترانه خونده بود که کاملا توهین بود به ما ایرانیان، هممون سر و صدا کردیم. ولی شوربختانه عده کورکورانه به دنبال این به اصطلاح هنرمند را افتادن و حالا یک فایل صوتی ازش منتشر شده که حتی طرفدارانش هم این بعد از شنیدن این فایل صوتی شدیدن بهش حمله کردن و واقعا نقاب از چهرش افتاده و مشخص شده که در پشت این ماسک چه انسان مخوف و زشت و بدترکیبی نهفته است. دوستان محسن نامجو رو از یاد نبرید، اون هم یک شخصیت دیگری است که بعد از آزادی ایران باید بهش پرداخته بشه. سه
ساعت نفس کشیدنش برابر با 6 ماه زندگی هر کدوم از شما هاست. بله، باعث تأسفه و این آقا اینقدر خودشیفته است و از خود راضیه که میگه نفس کشیدن من برابر با شیش. آقا چرا؟ چه برتری داری؟ چه برتری داری؟ غیر از این که چشمیزی، غیر از این که تجاوز کردی به زنان، غیر از این که صحبتها، ترانهات سراسر توهین به مقام زنه، واقعا خجالت بکش محسن نامجو. و باید این شخص رو حتما دوستان در آینده نزدیک خدمتش رسید. بله، و کاکو شیرازی که من عاشق این لهجه شیرازی هم، از تبار شیراز شهر راز، که میگه هوشیار باشید روسیه بد جور دندون تیز کرده برامون. درود بر شما. گرچه این مطالبی که الان دارم میگم تکراریه، چند بار دیگه هم گفتم، ولی خیلی مهمه. دشمن شماره یک ما سید علی گدای خامنه‌ای است و رژیمش و اهل بیت بدون عصمت طهارتش به پشتوانی پوتین روسیه. پوتین روسیه کاگبه، آقا نفوذ خیلی زیادی داره رو سپاه و رو آخونده. آخونده الان در مخمصه مادی قرار گرفتن و تسلیحاتی کاملا تو دامان روسیه فرو رفتن. شما دیدین که دریای خزر میخوان ببخشن، چند تا از جزیره و سایتای جنوبمون، دریای جنوبمون، خلیج فارس میخوان اجاره بدن به روسا برای 50 سال و مشکل دارن برای فناوری هسته‌ای. تمام سایتای هسته‌ای کشور مثل نیروگاه اتمی. بله، خوشحالم که این کاکو شیرازی سلامتی خودشو به دست آورده. چندی پیش بسیار نگرانش بودم، در بیمارستان بود و عناد و دشمنی جمهوری اسلامی با آثار تاریخی این مرز و بوم تمومی نداره. یک خونه تاریخی با 2 قرن قدمت واقع در شهرستان کازرون که از بناهای به جا مانده از دوران قاجاره، با مجوز شهرداری این شهر تخریب شد. بله، و هیچ کس صدایی ازش در نمیاد. اعتصاب روز گذشته پرسنل شهرداری خرمشهر که 7 ماه حقوق معوقشون رو دریافت نکردن، به گفته کارگران یکی از این پرسنل ها که به دنبال وضعیت ناگوار معیشتی خودش اونجا نه این تصویر دوستان خوبه، این تصویر اومد، خوب شد که من اینو جدا ننداختم بهتون بگم که تازه گندش در اومده. در جبهه های جنگ 8 ساله که بچه های 13-14 ساله رو حکومت جمهوری اسلامی می برد به جنگ، مشخص شده که به این بچه ها، به این نوجوانان تجاوز می کردن در جبهه های جنگ. ببینید همونطور که دارید میبینید در تصویر، اینا پلاکارد دست گرفتن و بعد از این همه سال الان صداشون در اومده که آقا در جبهه های جنگ به ما تجاوز شده. تا شما باشین دیگه پشت سر سعید طوسی نماز نخونید. بله، و اما کارگرانی که 7 ماه حقوق معوقشون رو دریافت نکردن، امروز یکی از این کارگران دست به خودکشی زده. بسیار متاسفم، اگرچه که شهردار آبادان هم استعفانامه خودش رو نوشته و گذاشته رفته. یعنی وضعیت کشور در یک شرایط بسیار بسیار ناگواری است. بیایی کارگرای خرمشهر اینجا بگیر از شورا دزدن، شهردار دزده، حقوق کارگرای خرمشهر رو نمیدن. آقا ما حقمونو میخواییم، حقمونو میخواییم غذا ندارن بخون، کرایه ندارن، بیان سر کار اصلا. بله دوستان عزیز، در اینجا
برنامه خبری رو میبندیم، ولی حکایت همچنان باقی است. جایی نرید، براتون پیک سلامتی در نظر گرفتم و بعد از پیک سلامتی با دوست و همکار عزیزم آقای کامران در برنامه ساعتی با کامران و پریسا با شما خواهیم بود و در مورد مسائل روز بحث و گفتگو خواهیم کرد. جایی نرید، این گفتگو داغه و گذشته از این تمنا دارم از رسانه پارس اسرائیل حمایت کنید. این رسانه صدای شماست، این رسانه تنها رسانه است که آلوده نشده. این رسانه رو نمیتونن بخرن چون ما خریدنی نیستیم. بنابراین تمنا دارم این رسانه رو حمایت کنید از هر طریقی که میتونید، از طریق اشتراک گذاری ها، از طریق پروموت کردن این رسانه، تبلیغ کردن، معرفی کردن به دوستانتون، فامیلاتون که این رسانه رو ببینن، و همینطور میتونید از طریق مالی هم از این رسانه حمایت کنید که این رسانه هرگز سقوط نکنه. با توجه به همه مشکلاتی که داریم و با توجه به اینکه داریم دست و پنجه نرم میکنیم با تمام گرفتاری ها، تمنا دارم از این رسانه حمایت کنید. میتونید از طریق صندوق پستی حمایت های خودتون رو برای ما ارسال کنید و یا اگر خواسته ای دارید، نامه ای دارید، میتونید به صندوق پستی ما بندازین، پی او باکس 403 خلون اسرائیل آدرس صندوق پستی ماست، و همچنین میتونید از طریق پیپل به اسرائیل پارس تیوی کمک کنید.